در قضیه حضرت رو قدیه سلام الله علیه، حالا قبر شریف، بحث قبر مطهرش، سیره به قول مرحوم آیت الله تبریزی کفایت میکنه، شهرت کفایت میکنه. میگن فلان آقا گفتن در سیادتم، جماعتی میگن این نستن در نست سید بوده، همه قبول داره. یه زمین در یه محله میگن وقف این مسجد بوده، 200 سال گذشته، 400 سال گذشته، شهرت کفایت میکنه. میگن قبر حضرت رقیه سلام الله علیها اونجاست، اضافه بر اقوالی که داریم، اضافه بر مدارکی داریم، شهرت کفایت میکنه. اضافه بر اینکه سید ابراهیم دمشقی ماجراش در کتب مختلف هست که چند تا دختر داشت، یکی بعد از دیگری در خواب دید حضرت رقیه سلام الله علیها رو، بگید به پدرت به قبر من آب افتاده، اما اعتنا نکرد تا خودش دید. حضرت آمدن به بزرگ شهر گفتن، بزرگ شهر بزرگان شیعه و سنی جمع کرد، گفت قبر حضرت بدون سرداب، بدون کلید، قفلش به دست هر که باز شد بره پایین. به دست سید ابراهیم باز شد، از بزرگان شیعه بود. رفتم پایین، حالا بیل و کلنگ های کارگرا کار نکرد، باز سید تازد باز شد، بقیه رفتم بیرون. این بدن رو برداشت تو پارچه حریر و ابریشم رو دستش نگه داشت، رو پاش نشست، تا سه روز قبر رو تعمیر کردن. به برکت بیبی تا سه روز نه آب خواست، نه تشنه شد، نه خوابش بود، نه قضای حاجت، فقط وقت نماز میگذاشت، نمازش میخوند و حرکت میکرد. نسل سید ابراهیم هنوز باقیه که ما بعد از آن که ریحانه کربلا رو نوشتیم، بعد که از بزرگان و آزمان بری ها گفت در تهران بودم، آقای جوانی وزین و متین، خدمتشون معلوم شد از احفاد سید ابراهیم دمشقیه و به زبان عربی و انگلیسی تکلم کرده بود. چرا از احفاد، چرا این عرض کردم؟ سید ابراهیم بعد از آن که حضرت رقیه سلام الله علیها رو دستش گرفته بود، دست به هر محل زخمی میزد خوب میشد، به قده بود دست میکشید آب میشد. نسلش هم همینجور تا چند نسل بودن. این جوان گفته بود من از همون نواها و نتیجه، نه اینکه حالا صاحب کرامت باشه، تمام ماجرا نقد گفته بله در خانواده ایماست، منتها کتاب چاپ شده بود دیگه، بعد اون قرار شد که باز اونو پیاده کنن و خدمت ارشد که حروف چینی کنن که به کتاب اضافه کنن. اضافه بر این احوال شبهه آورده بودن که حضرت رقیه سلام الله علیها منظور رقیه عیال رقیه بنت امیر المؤمنینه، بنت امیر المؤمنین سلام الله علیه میشه عیال مسلم ابن عقیل، عیال مسلم ابن عقیل و شیعه و سنی نوشتن در شام قبر رو که باز کردن، که هر که تفصیل این وقایع خاص به کتاب ریحانه کربلا مراجعه کنه به تفصیل آوردیم، همه گفتن لم تبلغ الحلم، این دختر به سن بلوغ نرسیده بود، و حال اینکه عیال مسلم ابن عقیل از کربلا برگشت، ماتت کمدا، دغمرگ شد در مدینه، چون لا عقب له، دیگه کسی از نسل مسلم ابن عقیل نمون، فقط عیالش موند در مدینه، در بقیه دفن شد. بعضیا گفتن یه دختر کوچه که علی ابن ابی طالب علیه السلام داشته در زمان حیاتش به نام رقیه، این اونه. وقتی که ثابت شد میگیم کی نوشته که حضرت رقیه سلام الله علیه امیرالمؤمنین با اون وضع معاویه و شام از اونجا برداره بیا تو شام دفع کنه بره؟ هیچ کس هم چی حرفی نزده و هیچ مطلب. اما چون بحثمون اینه که اشاره باری میخوایم عرض کنیم، مسئله دیگرم که دیگه آخر عرایزم باشه بعد این قضیه ماجرا رو عرض کنم، بحث خرابه است ایراد میگیرم. میگن خرابه کجا بود؟ بغل کاخ خرابه میسازن؟ ماجرا از این قرار بود، کاخی رو برای معاویه خواستن علیه الهاویه بسازن. امرعاس ملعون گفت کاخ تفصیلاتی داره، چطور ساخته شد، چه شد. یه گوشش مال پیرزن عجوزه ای بود، این راضی نشد بده، اومدن به زور بگیرن، مثل بقیه رو به زور گرفتن. امرعاس گفت الان وقت تبلیغاته، انوشیروان عادل در ایران چه کرد، فلانی چه کرد، کاخی خواستن بسازن، گوشش رو کسی راضی نبود، اینو نداد. بعد گفتم ببین چقدر عادله، کاخ رو راضی شد کج ساخته بشه، اما به اون پیرزن ظلم نکرد، تو هم معاویه این کار انجام بده، اسم آوازت گفته بشه. خونه این پیرزن رو رها کردم. بعد از یا خدمت از چند سالی گذشت، پیرزن از دنیا رفت، ورثه شرعت نکردم برن خونه رو بردارن. این موند خراب شد، آب و باران و برف، زمان یزید بود لعنت الله علیه، در زمان یزیدم این زن رو بچه رو آوردن کنار این خراب، تو این خرابه، این خرابی که جنب کاخ بود، این علتش. به تاریخ مراجعه کن، میگه رو چطور میشه بغل کاخ معاویه با اون خدمت ارشب کوکبا و کزاش خرابه بذاره؟ با علت خرابه این بود. و اون چه میخوام عرض کنم از نقش حضرت رقیه سلام الله علیها اشارتن عرض کنم، من همین اندازه میگم حضرت رقیه سلام الله علیها امامت رو حفظ کرده. دلیل
حضرت رقیه نسل اولاد رسول خدا رو حفظ کرده. دلیل حرف چیه؟ در همین کتاب ذکر کردیم، شیخ علی فلسفی آورده در کتابش، دیگران آوردن. قرار بود زن و بچه رو امام باقر علیه السلام فرمود ببرن شام در کاخ یزید گردن بزنن. خطبه عمم رو فرمود مانع شد، برای نبرده بود اینجا نشون بدن و برگردوندن بیارن. این یک که حالا بحث مقتلی داره، من اشاره نمی کنم. بعد دیدن با خطبه های حضرت چند تا مسیحی مسلمان شد، زن و بچه یزید ریختن بیرون، مغنی ها زنهای رقاصه و همه از حرکت ایستادن، دیدن کار خراب، آوردن خرابه. امام سجاد علیه السلام فرمود نگهبان های اطراف خرابه از غیر عرب گذاشته بودن که زبان رو حالیشون نشه. فرمودم من امام بودم متوجه میشدم چی میگن. یه نگهبان به دیگری گفت دیگه کی از اینا راحت میشیم؟ نگهبان گفت دیگری که امشب قراره خرابه رو سرشون خراب کنیم. میگم اتفاق افتاده. امام باقر علیه السلام فرمود دیوارها طوری بود که کسی وحشتش میکرد کنار بشینه، زیرش آب بارون خورده گل بود. هر آینه میگفتی دیوار نه سقف نه در نه پیکر بریزه رو ما. حضرت میفرمد امام سجاد علیه السلام این اون شبی بود پنجم سفر که خواهرم به شهادت رسید. سر شب فرمود شهادت خواهرم حضرت رقیه سلام الله کاری کرد که نگهبان هم گریه میکردن از دردانه بودن و این خدمت بزرگوار بودن، و شام عزادار شد، انقلابی در شام به وجود اومد. این ماجرا باعث شد دست به کشتن ما نزنه. پس حضرت رقیه، این نقش حضرت رقیه سلام الله، حضرت رقیه سلام الله جان امامت را زین العابدین علیه السلام حفظ کرد. نسل رسول خدا باقی مونده به شهادت رقیه سلام الله علیه هاست. نبگیم یه مطلب تازه، زینب کبرا، ام کلثوم، زوجات امام حسین، امام حسن، کسانی در واقعه بودن، بی بی ها، علویات، امام باقر علیه السلام به برکت شهادت حضرت رقیه سلام الله، عظمت شهادت حضرت رقیه سلام الله باعث حفظشون شد. این علیام خدر پیشمرگ شد. این بزرگوار صلوات الله علیها جان علی ابن الحسین مفرمت حفظ کرد. فرمود اون شب دست از کشتن ما برداشتن. مطالب پیرامون وجود حضرت رقیه سلام الله علیها اونقدر زیاد است که احتیاج به خدمت اثبات و دلیل نداره. میبینیم زن سفیر فرانسه کتاب نوشته در معجزات حضرت رقیه سلام الله، زن سفیر انگلیس، بعض از سفرهای قدیم بچه دار نمی شدن، خادمه شیعه داشته. گفتن خدمت ارشد شما به این شما همه کشورها که رفتید، همه دکترها رفتید، ما هم یه آقایی داریم. گفتن چه نظر کنیم چه کنیم؟ گفت هیچی نمیخواد. ایام عاشورا بوده، این دسته عزا که داره میره از پنجره گفته این عزای پدر این دختر خانم سلام الله علیها، شما اسمینش و بتونیم از مقام اهل بیت و مقام شامخ این بزرگواران دفاع کنیم. و باز اشاره میکنم در آخر که اینقدر گسترش نبود و اینقدر استطاعت نبود که و اینقدر نمیگذاشتن دشمنان اهل بیت که تمام وقایع تاریخی اهل بیت ثبت بشه. کربلا رو به عنوان کربلا مطالب کلیش می آوردن، اما جزئیات و چند تا زنها بودن و هر کس به چه دردی از دنیا رفت، به چه مریضی، چه شکنجه شد، در چه مسیری، اینها دیگه خبری نبود. در وقایع تاریخی زمان ما هم همینجوره، خیلی کم پیش میاد در جزئیات نوشته بشه با اینکه زمان ما همه امکانات هست. اصل ماجرا رو مثلا فوت فلانی، شهادت فلانی، کشته شدن فلانی، انقلاب فلان روز بیان میشه، اما جزئیات رو تاریخ دست به قلم خیلی کم میشه. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.